orders the council to bear, in addition to its own costs, one-third of the costs of the People's Mujahideen Organization of Iran, and fifthly, orders the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Commission, and the Kingdom of the Netherlands to pay their own costs. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صدور دومین حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر ابطال برچسب ظالمانه تروریستی علیه مجاهدین را اذعان به حق ملت ایران برای مقاومت در برابر دیکتاتوری و پیروزی عدالت بر سیاست و زدوبند و منافع اقتصادی توصیف نمود و تاکید کرد که برچسب غیرقانونی تروریستی به مجاهدان راه آزادی مشارکت در سرکوب مردم ایران است و شورای وزیران اتحادیه اروپا ضمن تبعیت از حکم عدالت میباید از مجاهدین و ملت ایران عذرخواهی کند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به منظور شرکت در اجلاس پارلمانی سنای ایتالیا برای اعلام بیانیه اکثریت سنا در حمایت از مقاومت ایران به روم سفر کرده است، از وکلا، حقوقدانان و قانونگذاران اروپایی به خاطر تلاش‌های فراموشی ناپذیرشان در دفاع از حقوق مجاهدین و مقاومت و ملت ایران تشکر کرد و افزود حکم امروز دادگاه عدالت اروپا در لوکسانبورگ به دنبال حکم قبلی این دادگاه در دسامبر 2006 و احکام دادگاه‌های عالی و استیناف انگلستان نقطه پایانی بر برچسب ناعادلانه تروریسم است و نشان می‌دهد این نامگذاری از ابتدا ساقط هر گونه مشروعیت و وجاهت قانونی بوده و تنها به خاطر استمالت از فاشیسم دینی حاکم بر ایران و باج دادن به این رژیم صورت گرفته بود. این حکم آخرین نیخ بر تابوت برچسب مفتضح تروریستی است. خانم رجوی گفت مفهوم عملی برچسب تروریستی همکاری با فاشیسم دینی حاکم در سرکوب مردم و مقاومت ایران و ایجاد راهبند در برابر تأخیر دموکراتیک در ایران بوده است. این رژیم لیست تروریستی را دستاویز اعدام مخالفان و توطئه علیه مجاهدان شهر اشرف کرده و در کشورهای اروپایی حقوق اولیه پناهندگان و پناهجویان و اعضا و هواداران مقاومت به همین بهانه نفی شده است. شورای وزیران اتحادیه اروپا می بایست بلاد رنگ نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف نماید، خسارت‌هایی را که به مردم ایران وارد کرده جبران کند و از مقاومت و ملت ایران و از سازمان مجاهدین خلق ایران عذرخواهی کند. هر روز ادامه این برچسب، ادامه جنایت علیه مردم ایران و سد کردن راه تغییر در ایران است، آن هم در شرایطی که تغییر دموکراتیک در ایران ضرورت صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است و تنها به دست مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد. اتحادیه اروپا باید به این سیاست خاتمه دهد و به حکومت قانون و به اراده مردم ایران برای تغییر گردن بگذارد. حکم دادگاه عدالت اروپا در لوکسانبورگ برای لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران مورد توجه رسانه‌های خبری قرار گرفت. نیویورک تایمز: دادگاه اتحادیه اروپا انسداد دارایی‌های گروه اپوزیسیون ایران را رد کرد. روز پنجشنبه یک گروه اپوزیسیون برجسته ایرانی در یک فرجام علیه تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌هایش پیروز شد. تصمیم دادگاه اروپا می‌تواند فشار را روی اتحادیه اروپا برای برداشتن ممنوعیت مجاهدین افزایش دهد. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت که این حکم
پایانی بر این برچسب ناعادلانه تروریستی می باشد. مریم رجوی برخی از دولت‌های اروپایی را متهم کرد که با نگه داشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی در پی دادن امتیاز به رژیم ایران هستند. مجاهدین به عنوان مهمترین نیرو در مقاومت ایران در نظر گرفته می شوند. امر مشروعیت می تواند این سازمان را قادر به جمع آوری پول و سازمان دادن مقاومت علیه حکومت ملاها در ایران سازد. واشنگتن پست: دادگاه اتحادیه اروپا حکم داد که دولت‌های اروپایی دیگر نباید دارایی‌های یک گروه اپوزیسیون ایرانی را که در لیست سیاه آن است مسدود سازند. این دادگاه روز پنجشنبه با استناد به حکم دادگاه بریتانیا اعلام کرد تصمیم دولت‌های اروپایی برای ادامه انجماد دارایی‌های اپوزیسیون ایران اشتباه بوده است. روزنامه واشنگتن تایمز: دادگاه عدالت اروپا حکم داد که دولت‌های اتحادیه اروپا دیگر نبایستی سرمایه‌های یک سازمان اپوزیسیون ایران را بلوک نمایند. این سازمان برای اولین بار پس از آنکه دادگاه بریتانیا به رفع آن رأی داد، از دادگاه لوکسانبورگ خواستار رفع ممنوعیت سرمایه‌هایش گردید. خبرگزاری فرانسه: مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت از تصمیم دادگاه عدالت اروپا استقبال کرد و آن را یک پیروزی خواند. خانم رجوی به خبرگزاری فرانسه گفت این تصمیم ثابت می کند که اصرار اتحادیه اروپا بر ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی هیچ مبنای حقوقی یا قضایی ندارد. مریم رجوی افزود موضع اتحادیه اروپا فقط یک امتیاز به آخوندها در تهران بوده که آنها را مجاز می کند دیکتاتوری مذهبیشان را حفظ کنند. خبرگزاری فرانسه طی خبر دیگری اعلام کرد یک دادگاه اروپا روز پنجشنبه تصمیم اتحادیه اروپا برای انسداد دارایی های اپوزیسیون اصلی ایران را ملغی اعلام کرد که ضربه تازه‌ای به تلاش های این اتحادیه برای نگه داشتن این گروه در لیست سیاه تروریستی می باشد. این تصمیم یک ماه پس از اینکه یک دادگاه انگلیسی به وزارت کشور دستور داد که مجاهدین را از لیست سازمان های ممنوعه در انگلستان خارج کند اتخاذ شد. تصمیم وزارت کشور انگلیس پایه این تصمیم اتحادیه اروپا بود. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران از این پیروزی جدید قضایی استقبال کرد. قضات اروپا معتقدند که روند دنبال شده توسط اتحادیه اروپا برای ثبت نام مجاهدین در لیست سیاه با دلایل و توجیهات ناکافی صورت گرفته و حق دفاع لگدمال شده و اتحادیه اروپا را مجبور کرد که شیوه قرار دادن در لیست را بازنگری کند و به سازمان مربوطه جزئیات علت در لیست قرار داده شدن را ارائه کند. تلویزیون رویتر نیز فیلمی از پیروزی امروز مقاومت ایران در دادگاه عدالت اروپا مخابره کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس: یک دادگاه در اروپا حکم داد که دولت‌های اروپایی نبایستی سرمایه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را بلوک نمایند. این دادگاه اعلام کرد که ادامه مسدود نمودن سرمایه‌های این سازمان با توجه به رأی دادگاه بریتانیا در مورد آن اشتباه بوده است.